خب نوبتی هم که باشه نوبت بند زندان بافتمونه که اینجوری وسطش خط بیفته، یعنی منجاقمون یکی در میون بیفته. بریم که با همدیگه آموزش رو شروع کنیم. برای درست کردن این کار ما اول از همه نخ احتیاج داریم. نختون میتونه نخ ابریشم یا پلی‌استر شماره 6 باشه. نختون اگر نازک باشه بهتره و کارتون ظریف‌تر در میادش. نخ هرچی کلفت‌تر باشه منجوق هم باید همونقدر ضخیم‌تر بشه و کارتون اینجوری بزرگ و درشت در میادش. هرچند اینی که میخوام بهتون آموزش بدم با 3 تا منجوق انجام میشه و خیلی باری که خیلی نسبت به اسپیرالای دیگه، اگه من اینجا دم دست داشته باشم نشونتون بدم که ندارم، نسبت به اسپیرالای دیگه خیلی نازکتره. خب نخی که دارم استفاده میکنم نخ پلی‌استر میوکی هستش، مخصوص منجق بافی، یعنی برای منجق دوزی نیستش، برای بافتنه. نخی که میخواین استفاده کنین حتما امتحان کنین. میتونین نخ جین استفاده کنین، نخ پلی‌استر استفاده کنین، که توی ایران بهش میگن نخ ابریشم و اینا. باید حتما توی دستتون اینجوری بگیریم بکشین. اگر پاره نشود، ببینین چه خطی انداخت رو دستم، اگر پاره نشود یعنی اون نخ مناسب بافتتونه. حالا میایم داخل این نخ منجق میفرستیم. من همیشه واسه اینکه منجق نخ کنم، مخصوصا این نخهایی که زخیمتر و داخل سوزن نمیره، یه دونه سوزن همیشه دارم که یه نخ نازکتر داخلش کردم، گره زدم. این گره رو میارم این وسط، این پایین نباید باشه چون که منجقا گیر میکنه، میارم این وسط. بعد این نخم از داخلش رد میکنم و به راحتی دیگه الان منجق نخ میشه. الان منجقی هم که دارم استفاده میکنم منجق چک شماره 11 هستش، که خودشون اینا اینجوری، اون که من خریدم اینجوری دسته‌ای بود دیگه، راحت میتونم سوزن رو بکنم داخل این به ترتیب و منجقو بفرستم داخل نخم. خب من گفتم بیام اینجا یه دونه از این منجقای یکی درمیون بندازم تا یه حدودی هم سرکاری اینجوری منجق نخ کردن، یه دونه یه دونه برداریم بذاریم تو منجق تو سوزن، یه بارکی همه رو تک رنگ بزنه آدم بره پی کارش، خیلی راحت تره به نظر من. ولی الان یکی در میون دارم منجق نخ میکنم که بافت دوتایی رو هم بهتون دیگه تو همین ویدیو نشون بدم که حتی میشه این بافت رو دوتایی هم زدش، یعنی اینقدر این بافت جذابه که حتی دوتایی هم میشه زد، در صورتی که اسپیرالای دیگر رو اگه بخوایم نخ معلوم نشه حتما باید 4 تایی 5 تایی 6 تایی دیگه اونطوری مثلا زیاد بزنی که یه خورده ضخیم میشه. همینجور که منجقو یکی در میون نخ میکنم، ماجرای یاد گرفتن زندان بافتم براتون توضیح بدم. من اولین باری که با بافت زندان بافت آشنا شدم 8-9 سالم بود فکر میکنم. یه همسایه داشتیم که دخترش اومد دم خونمون گفتش که مثلا این کیفه رو ببین چقدر خوشگله فلان اینا، فامیلمون بهمون داده. بعد مامانم هم موقع قلاب بافی میکرد، منجق دوزی میکرد، نمیدونم کوبلم میدوخت و اینطور چیزا، اینو دید خوشش اومد، گفت خیلی جالبه و مثلا چقدر قشنگ منجقش زیرش معلوم نیست، فقط روش منجق افتاده. و رفت با خانم همسایه نشست صحبت کردن و که مثلا این چه جوری بافته شده و فلان و اینا. اون خانم گفتش که نمیدونم والا این چه شکلی درست شده، این یکی از محصولاتیه که مثلا تو زندان درست میکنن، بهش میگن زندان بافت. این اولین باری بودش که من کلمه زندان بافت رو اصلا شنیدم. بعد تو ذهنم موند، خب مامانم قلاب بافی میکرد، من خیلی خوشم میومد، مثلا همش فکر میکردم که اول فکر میکردم قلاب بافی فقط نهایتش همون رومیزی های سفیده با اون نخهای نازک که هی رومیزی و نمیدونم روبالشی و رو فلان و اینا درست بکنن، از اون مدل ها خوشم نمیومد. ولی وقتی که دیدم یه بافتی هستش که مثلا باش منجق درست میکنن اصلا خیلی خوشم اومده بود. میگفت به مامانم میگفتم مامان از اینا واسه من درست کن و اینا. گذشت و من اومدم سوئد و دیگه پیج تلگرام، توی تلگرام بیه پیج زدم و کانال زدم و شروع کردم اسپیرال یاد دادن و منجق بافی یاد دادن و این که دیگه چجوری یاد گرفتم و اینا دیگه همه رو از یوتیوب یاد گرفتم. و
بعد اونجا یه آقایی اومد به هم گفتش که تو زندان بافتم بلدی؟ گفتم نه من والا تا حالا امتحانش نکردم، نمیدونم چجوریه و اینا، ولی خب مثلا دیدم چجوریه، یه حدسایی هم میتونم بزنم ولی تا حالا از نزدیک ندیدم نمیتونم ببافم. گفت خب من میرم برات میخرم یه دونه، عکسشو میفرستم ببین چه شکلیه، ببین میتونی مثلا رو عکسش بفهمی چه شکلیه. گرفت آورد، من از رو عکسش هیچی نفهمیدم. گفتم من از رو عکسش هیچی نمیفهمم، میتونی بازش کنی تو جلو دوربین، باز کنی فیلم بگیری بفرستی واسه من ببینم که این چه جوری بافته میشه و اینا. این بنده خدا فیلم گرفت و واسه من فرستاد، بعد من فیلمو توی کامپیوتر واسه خودم برعکسش کردم که این مثلا وقتی که داشت باز میکرد من بر خودم تو کامپیوتر برعکسش کردم که انگار داره بسته میشه، داره بافته میشه، که از اونجوری توی مهندسی معکوسش فهمیدم اصلا این چجوری بافته میشه. خلاصه اینکه اونجوری من زندان بافتو دقیق فهمیدم چجوری میشه، شروع کردم به آموزش دادن و شروع کردم به بافتن و اینا. بعدش هم با یه پیج دیگه آشنا شدم که بازم لینکشو همین آقایی که واسه من این بندر خرید باز کرد برام فرستاد، گفتش که اینم مثلا زندان بافت یاد میده و اینم قشنگ یاد میده و اینا. رفتم بهش پیغام دادم، اون آقا هم مثلا که چند سالی بود زندان بوده یاد گرفته، بعد خیلی بی‌منت و خیلی مهربونانه واسه من فیلماشو فرستاد، با این که مثلا هنوز حرفه‌ای نبود تو فیلم گرفتم، ولی خب مثلا من از رو اون فیلم‌ها متوجه می‌شدم و می‌بافتم و نمونه‌شو واسش می‌فرستادم. میگفت آفرین خیلی خوب درست کردی، من خوشم میاد که یه کسی زرنگ باشه بتونم بهش یاد بدم و اینا. از اینکه بخوام هی بگم چه جوریه و چه جوری نیست و اینا حوصله‌ام نمی‌کشه، برام برای کسی نمی‌فرستم، فقط برای تو دارم می‌فرستم دیگه. خلاصش این که من زندان بافت رو اینطوری یاد گرفتم. حالا زندان بافت رو زندانیا چجوری یاد میگیرن؟ یعنی قشنگ انگار که مثلا داری میری تو معبد شاولین کنگفو یاد بگیری. از اینا که مثلا چند سال ریاضت میکشن. مثلا با یه نفر آشنا شده بودم میگفتش که من این زندان بافت رو 3 سال زندانی داشتم، 2 سال تمام واسه یه نفر که این کارا رو بلد بود منجق نخ کردم. فقط 2 سال تمام منجق نخ میکردم که این به من یاد بده چجوریه. بعدم که 2 سالم تموم شد اف خوردم اومدم بیرون، یعنی به حد بافتنش نرسیدم که یاد بگیرم بافتش چجوریه. یعنی این بنده خدا 2 سال تمام داشته منجق نخ میکرده برای این زندانیه که بتونه یاد بده بهش، که آخر سرم به اون حد یادگیریش نرسیده بود. خلاصه این که این بود ماجرای این که اصلا زندان بافت از کجا اومده و چرا اومده. خب دیگه بافتنی بلد نبودن که تو زندان، حالا یه ذهنیتی از قلاب بافی داشته، طرف رفته زندانی شده بعد شروع کرده خلاقیت به خرج داده و بافتو شروع کرده، یه بافت محکمی درست کرده که کمتر کسی مثلا در موردش میدونسته و اینا. حالا برای همون این بافتا چون یه بافتای خیلی زمختی هن، خیلی مثلا زخیمن، خیلی خراب نشو هن. یعنی نمیدونم دیگه چجوری بگم، چون بافتای خیلی سنگینی هن و بافتیه که میتونی چندین سال ازش استفاده کنی، بر هم به یه بافت مردونهی معروف شده که دیگه بهش هم میگن زندان بافت. حالا اگه شما از اسم بعضی از اسمشون خوشش نمیاد، مثلا میگن ما حالمون یه جوری میشه که میگین زندان بافت، چرا به این بافت به این قشنگی میگین زندان بافت، خب اینو اولین بار اون زندانی های بنده خدا درست کرده. خب ببینیم برای شوره بافت من با نخ زخیمتر دارم بهتون نشون میدم که بعدن روی نخ نازکتر و روی نخ اصلی من بهتون نشون میدم. اول میایم منجقامون رو میندازیم به نخ. برای شوره کار باید یه دونه گره بزنیم. ببینید سر نخ رو میگیریم دستمون، بقیهش رو اینجوری زبدری میاریم روش به این صورت، و قلابمون از زیر این نخه رد میکنیم و این نخو میکشیم بیرون، میکشیم و گره تبدیل میشه. حالا ما یه دونه گره داریم، میایم 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 3 تا زنجیره زدیم برای اینکه میخواییم کارمون 3 منجقه باشه. حالا اگه بیشتر میخواستیم باشه یا بیشتر میزدیم یا توی هر خونه مثلا 2 تا پایه میزدیم بعدش. الان من 3 تا زنجیره زدم توی خونه اول. میبینی خونهاش قشنگ کاملا مشخصه. توی خونه اول قلابم میبرم داخل، منجقو میارم داخل کار،
نخ و قلاب میگیرم میکشم بیرون. دو تا حلقه روی قلابم دارم، نخ و قلاب میگیرم، از داخل هر دو تا حلقه رد میکنم. دوباره بعدی قلاب میبرم داخل، یه دونه منجق میارم توی کار، نخ و قلاب میگیرم، دو تا حلقه دارم، قلاب میگیرم، از هر دو تا حلقه رد میکنم. دوباره یه دونه دیگه هم باید بزنیم، میایم اینجا میزنیم. نخب قلاب میگیرم، دو تا حلقه دارم، از هر دو تا قلاب رد میکنم هر دو تا حلقه. حالا رج بعدیش مهمه. ما اگر میخوایم بین کارمون خط بیفته، حتما باید با نخ اتصال به مروارید یا منجقمون کار کنیم. این نخه که منجقمون از داخلش رد شده، قلابمون رو میبریم این قسمت، دوباره یه دونه مروارید میاریم. اول با نخ زخیمتر تمرین بکنین، بعد که قشنگ متوجه شدین کجا و کجا نیست و اینا، اون موقع با نخ نازکتر ببافین. قلابمون رو میبریم داخل این نخی که بغل منجقه، به منجق وصله. حتما هم منجق باید پشت قلاب باشه، یعنی اینجا نباید باشه، باید اینجا باشه. یه دونه مروارید میاریم پایین، نخ و با قلاب میگیریم و دوباره نخ و با قلاب میگیریم از هر دوتا حلقه. دوباره ببینید الان پشت جلوی نخه، جلوی قلابمه، میبرم پشت قلابم، دوباره نخ و با قلاب میگیرم و از هر دوتا حلقه رد میکنم. دوباره قلابم میبرم داخل، منجقم حتما باید پشت قلاب باشه به این صورت. توی بافتای قبلی ما قلابو میگرفتیم، ببینید نخو میبردیم داخل و یه دونه نخ میگرفتیم، از هر دو تا حلقه همزمان رد میکردیم. ولی اگه میخواییم بغلش خط بیفته، از هر دو تا حلقه همزمان رد نمی کنیم. اول از حلقه، ببینید، از حلقه کنار منجق رد میکنیم، میاریم بیرون، دو تا حلقه میشه، بعد نخو با قلاب میگیریم، از هر دو تا حلقه رد میکنیم. دوباره بعدی از داخل حلقه کنار مروارید اول درش میاریم، بعد دوباره نخو با قلاب میگیریم، از هر دو تا حلقه رد میکنیم. به این صورت. دیگه به همین صورت بافتمون رو ادامه میدیم. به این صورت. الان بهتون نشون میدم چه شکلی شده. ببینید به این صورت در میاد. میبینیم بغل کارم نخ افتاده، ولی این مرواریدان بزرگ خیلی معلوم نیستش، ولی این نخ ها این بغل معلوم میشه و بافتمون یه بافت به این شکلی در میاد. خب حالا بریم با هم دیگه منجقامون رو نخ بکنیم. ببینیم الان من تک رنگ انداختم، میتونین منجقاتون رو توی این کارم تک رنگ انداختم، میتونین منجقاتون رو یکی در میون بندازین. دیگه قرار میگیرن. یکی در منجقاتون اینجوری تک رنگ بندازین راحت‌تر. دیگه الان من یکی در میون انداختم. منجق دیگه تا وقتی که نخم بدم پر بشه. بافت دو تایی ولی بخواید مثلا یکی در میون بندازین. حالا بریم که با هم دیگه مثلا از یه رنگ بندازین یا از یه رنگ. الان من میخوام منجقمو نخ بکنم. یکی در میون میندازم و ماجرای چه صورت در میادش. ببینین دقیقا مثل همون کاری که با نخ زخیم انجام دادیم.
نه خب قلاب میگیرم میکشم بیرون اینجوری یه دونه گره درست میکنم، سه تا زنجیره میزنم، یک دو سه. حالا میام منجقم میارم توی کار، نخو با قلاب میگیرم به این صورت. دوباره دومی و سومی. حالا دیگه از اینجا به بعد نخ بغل قلاب رو میگیرم، یعنی نخی که بغل منجق رو میگیرم، یعنی نخی که از داخل منجقم رد شده. خب اگر میخواییم که بافتتون مثلا ردیفی بیفته، حتما باید بافتتون منجقاتون زوج باشه. یعنی مثلا من الان منجقام یکی در میون یه دونه قرمزه یه دونه زرده، حتما باید دو تا زنجیره بزنم. من الان سه تا زنجیره زدم، بافتام یکی در میون میفته، اونم قشنگه، اونم میتونین استفاده بکنین، فرقی نمیکنه، همه اینا سلیقه‌ایه. ولی خب مثلا اگه میخواین حتما ردیفی، یه ردیف مثلا قرمز داشته باشین، یه ردیف زرد داشته باشین، توی این مدل منجق نخ کردن حتما باید دو تا زنجیره بزنین. حالا اگر میخواین مثلا بیشتر بشه، اون وقت باید منجقامونو دو تا دو تا مینداختیم، یعنی دو تا زرد مینداختیم، دو تا قرمز مینداختیم، دو تا زرد، دو تا قرمز، و چهار تا زنجیره میزدیم به جاش. حالا الان این بافت سه تایی رو بهتون نشون میدم و بافت دو تایی رو هم بعدش بهتون نشون میدم. ببینید الان من یه ذره ببافم ببینیم که چه شکلی شده. الان طرح من چه شکلی افتاده روی اسپیرالم. نگاه کنین الان بافت من یکی در میون شده. می‌بینین؟ اینجوری داره زبدری میره بالا ولی یکی در میون شده. هم میتونین اینطوری بزنین، هم میتونین یه جوری بافت بزنین که قرمز روی قرمز بیفته، زرد روی زرد بیفته، که تا آخر بافتتون یه ردیف زرد داشته باشین، یه ردیف قرمز. خب اگر بخوام یه جوری درست بکنم که مثلا یه ردیف سبز باشه، یه ردیف قرمز باشه، یه ردیف زرد باشه، یعنی یکی در میون باشه، بافت این واسه این طرز منجق نخ کردن ما باید حتما دو تا زنجیره بزنیم، یعنی حتی اسپیرال دو تایی هم میتونیم ببافیم. دو تا زنجیره میزنیم و یکی در میون زرد رو زرد میبافیم، قرمز رو قرمز میبافیم. اگر بخوایم مثلا بزرگتر بشه، اون وقت چهار تایی بشه، دو تا در میون می‌کنیم، مثلا دو تا زرد می‌ندازیم، دو تا قرمز می‌ندازیم، اینطوری. الان من چون یکی در میون انداختم، یه دونه زرد میشه، یه دونه قرمز میشه. پس من الان دو تا زنجیره می‌زنم. یک دو. دیدین؟ فقط دو تا زنجیره زدم.
فقط هم دو تا منجق میبافم اول کار. دو. حالا از اینجا به بعد یه خورده نخم کش اومد. حالا از اینجا به بعد زرد رو زرد میبافم، قرمز رو قرمز میبافم. حتما منجق باید بره پشت قلابم به این صورت. ببینی الان زرد رو برداشتم، پس منجق زرد رو میبافم. یه خورده اولش چون که کوچیکه ممکنه اذیت کنه، ولی بعدش دیگه راحت تر میشه. بالا سر قرمزم قرمز میبافم. حالا همینو ادامه میدم. بیس بالا سر زرد زرد، بالا سر قرمز قرمز. فقط ببینین چه اسپیرال ظریفی میشه. بذاریم من یه ذره ببافم بعد بهتون نشون. ببینید مقایسش کنیم با این یکی که ستاییه. ببینید چقدر نازکتر شده. فقط این که حتما نخو که میبریم بغل نخ متصل به منجق، اول منجق رو که ول میکنین یک دور نخو بگیرین، اول از داخل این نخی که به منجق وصله رد کنین، دوتا میشه، بعد از این دوتا رد کنین. ببینید
این هم از بافته دوتاییش. امیدوارم که از آموزش و ماجرای امروز خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوبمون رو فراموش نکنین. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.